دولت کالای خارجی مشابه داخل نخرد. آیت الله خامنه ای ضمن تاکید بر این موضوع خودداری دستگاه‌های دولتی از خرید تولیدات خارجی را امری کاملا الزامی دانست و در این حال خواستار دستور رئیس جمهور در این زمینه شد. فرخ زندی، کارشناس و استاد اقتصاد در کانادا، در واکنش به اظهارات آیت الله خامنه ای به صدای آمریکا گفت: اینکه دولت سعی بکنه که مشابه داخلی رو به جای کالای خارجی بخره، این یه شعار است، چون کالای داخلی مشابه وجود نداره. بخش تولیدات از بین رفته به خاطر سیاست‌های دولت. مهر نماز هم از چین وارد میشه. در حالی که آمارهای رسمی در سال جاری از کاهش واردات به لحاظ ارزشی تأکید دارد، به گفته محمد خوشچهره، چهره شاخص اقتصادی مجلس هفتم، در بخش‌های مختلف ظرفیت خالی با واردات پر می‌شود و هر سال اقتصاد ایران در زمینه واردات رکورد شکنی می‌کند. واردات ایران نزدیک 60 میلیارد دلار هست. در نتیجه تمام درآمد نفت ایران مشابه رقم وارداتی ما هست. به نوشته خبر آنلاین، پیش بینی می شود درآمد نفتی ایران با توجه به حجم واردات کالا و خدمات در سالهای گذشته و میزان رشد آن طی این سالها، امسال نیز همانند سال گذشته به میزان صادرات نفت خام، کالا و خدمات وارد خواهد شد. تنها دلیلی که واردات ایران در این سالا بالا بوده به خاطر این بوده که در حقیقت درآمد نفت بالا بوده. حالا اگه درآمد نفت که داره رو به کاهش میره، چون صادراتون دارین کم میشه و به خاطر تحریم و مسائل دیگه‌ای که حوزه نفتی دارن، این مسئله داره به شکل منفی بیشتری خودشو جلوه میده. سعید لیلاز، اقتصاددان، در گفتگو با پایگاه خبری تحلیلی فرارو معتقد است که دولت با کاهش نرخ ارز تلاش می‌کند از طریق واردات تورم داخلی را سرکوب کند. این علارغم این است که ارزش واقعی ریال خیلی باید پایین‌تر از این باشه در بازار. دلیلی که اینها خواستن اینو در سطح بالاتر نگه دارند و اون با چنگ و دندون، نشانه اینه که میخوان وارداتشون رو ادامه بدن. فرخ زندی بر این باور است که عدم رشد اقتصادی ایران قدرت خرید مردم را کم می‌کند و مصرف داخلی را کاهش می‌دهد و از این جهت از حجم واردات نیز کاسته می‌شود. وفا ذر بهاری، صدای آمریکا.